مایکل فاسبندر، بازیگر ایرلندی، به مناسبت ارائه دو فیلم شرم و یک روش خطرناک در بخش مسابقه جشنواره ونیز سخت مشغول دادن امضا و مصاحبه است. این دومین باری است که فاسبندر با استیو مک‌کوئین، کارگردان بریتانیایی، همکاری می‌کند. فیلم شرم که تاکنون نظر مثبت منتقدان را متوجه خود کرده، درباره یک مرد جوان است که از اعتیاد به روابط جنسی رنج می‌برد. اعتیاد جنسی تاکنون رسماً به عنوان یک بیماری روانی شناخته نشده است. 24 میلیون نفر فقط در آمریکا ادعا می‌کنند که معتاد به روابط جنسی هستند. موضوع تنها در مورد اعتیاد جنسی نیست، بلکه اساساً در مورد چگونگی روابط انسان هاست. این بار فاسبندر نقش کارل یونگ، روانشناس مشهور سوئیسی را در فیلم یک روش خطرناک دیوید کراننبرگ بازی می کند. این فیلم درباره نقش مهمی است که یک زن روسی در تولد روانکاوی در ابتدای قرن بیستم داشته است. نقش زیگموند فروید، دیگر چهره مشهور روانکاوی را ویگو مورتنسن بازی می کند و کیرا نایتلی ایفای نقش زن روس را به عهده گرفته است. من فیلم‌هایی از سال‌های آخر زندگی یونگ را که روی اینترنت پیدا کرده بودم نگاه کردم و همچنین متن‌هایی درباره او خواندم. اما بیش از همه و در درجه نخست بر روی فیلمنامه متمرکز شدم. این زن جوان بسیار باهوش که از نظر روانی آشفته بود، در ابتدا بیمار یونگ بود که بعد تحت نظر فروید قرار می‌گیرد. یک روش خطرناک در پاییز امسال در بعضی از کشورهای اروپایی به روی اکران‌ها می‌رود، ولی برای فیلم شرم باید منتظر اوایل سال میلادی آینده بود.